لیگه چمپیون رو افتای گذاشته ما رو با یک چند تا برقبات های خود خورسان کرد و ما شاید سرپریز های بسیار شده ایم. از جمله با حساب 4-1 شکست خوردن بارسلونا، غلبه غیر انتظاری پورتو ضد یوونتوس و غیره حادثه های دیگر. روز دوشنبه هفته گذشته ما اوید این رقابت ها گپ زده بودیم. البته پیشگویی های ما شاید عملی نشده باشند، اما حالا در پیش بازی های جوابی هستند. و چطوری که وعده کرده بودیم در امروز ویدیو ما اوید 4 رقابت هفته جوری نقل میکنیم. باید یک چیز رو قید کنیم که ما وابسته از هنرنمای حضوره دسته ها با بازی های آینده به امیدیم. بنابراین اگر نتیجه بازی ها طبق پیشگویی ما نشود یگان جای حیران شوی ندارد. اگر همه پیشگویی ها راست می برآمدن فوتبال جالبیت خود را گم میکرد و مردم اون را تماشا نمیکردند. فوتبال با سورپریز ها شوقوار است. بخشش سخن رو درست کردیم. اکنون میگذاریم به قسم اساسی ویدیو. ولی پیش از سر کردن میخواهم دانش فوتبالی شما رو بسنجم. در کامنتر نویسید که کدام سال رونالدو از منچستر یونایتد به ریال مادرید گذشت کرده است. با سوال گذشته ما اولین شده حمیدوف دودار جواب داده بود. برای بازم جالبتر کردن تماشای لیگ چمپیون ها میتواند خدمت رسانی های دوستان ما رو از یک ایکس استفاده کنید. اینجا کیفیت های بلند پیشنهاد کرده می شوند و مخصوص برای ابنچان ما عین حال اکسی عمل میکند. با بازی اتلانتا و ریال مادرید تا $10 ستفکه کنید و اگر ستفکه شما نگذارد هم مبلغ به حسابتون بر میگردد. روی استفاده این امکانیت باید به لیشن کابینه در اومده در اوچاسی و اکسیخ بونوس نا سپورت رو فعال کنید. معلومات پورا در کمینتاریا. امکانیت رو از دست ندید. لاتسیو باواریا. باید قید کنیم که در ژربیوفکا باواریا برد کرد. لاتسیو در چمپیونات ایتالیا اویسا به خود آمده ایستاده است، اما برآمدنش از مرحله گروهی لیگ چمپیون ها از رقیبان کم قوتش وابستگی کلان داشت. زنید و بروگه البته در گروه برای عقاب‌ها و بروسیا دورتموند رقیب ارزنده نبودند. بله، در لاتسیو ستاره‌های فوتبال از جمله ایموبیلی و بلینکوویچ ساویچ هستند. دسته در جدول سری ا با بولو برآمده ایستاده است و در موقع پنجم قرار دارد، اما باید اقرار شویم که عقاب‌ها برای باواریا رقیب نیستند. بنابراین اگر مونخنی‌ها به دروازه خودشان 4-5 گل نزنند، انیق به دور دیگر راه می‌یابند. اتلتیکو چلسی یکی از شوق‌آورترین رقابت‌های دوره یکشنهایی. دیگو سیمیون این موسم علاکه چند نمون تاکتیکا و نقشه ها رو در بازی ها تجربه کرد و این کاری او به هنرنمای فلیکس تاثیر کلون رسانید. او ایستا به نرخ ترانسفریش که 126 میلیون میباشد ارزنده شده ایستاده است. اما همزمان باید در خاطر داشته باشیم که از این تجربه ها بازی مادرید ها در خط حمایت بد شده ایستاده است. این حال اتلتیکو فاوریت اساسی برای چمپیون شدن در لالیگا به حساب می رود، ولی این بیشتر از دوره مشکلی بارسلونا و ریال مادرید وابستگی کلون دارد. با این نگاه نکرده شاگردانی زیدان اتلتیکو را شکست داده بودند و شاگردانی سیمیونه در دو بازی آخری خود که هر دو با لوانت بود غلبه کرده نمیتوانند. در رقابت زیر دسته مادریدی چلسی در نقش بارسلونا و ریال است. لندنی ها هم دوره بازسازی را از سر گذرانده ایستادند و توماس توخل خیلی خوب به کار خود آغاز کرد. ستاره های فوتبال از جمله تیمو ورنر، کای هاورتس و باز یکچند نفر دیگر که زیر رهبری لمپارد خوب هنرنمایی کرده نمیتوانستند در دوره ترنری توخل به خود آمده ایستادند. بنابراین بازی خیلی شوق‌آور خواهد شد. امکانیت او 50-50 است. شما در این باره چی فکر دارید؟ حتما در کامنتری نویسید. بروسیا مونخن گلادباخ منچستر سیتی. بروسیا یکی از کشفیات های اساسی این موسم لیگ چمپیون ها است. دسته مارکو روزه در مرحله گروهی 16 گل زد که تنها باواریا بیشتر گل زده است. دسته المونی زیدی اینتر و ریال رقابت ارزنده نشان داد و بلو این شختی رو با حساب عمومی 10-0 مغلوب کرد. این دسته در کنتر حمله ها خیلی خوب بازی میکند و از خطاگاهی رقیبان خوب استفاده میکند. بروسیا لیون رو به خاطر من میورند که با چنین استیل دسته گواردیولا رو به طور هنگاموی در موسم گذشته لیگ چمپیون ها شکست داده بود. بله، این موسم دسته گواردیولا نوتکرار است و آنها از خطاگاهی خود در موسم های گذشته درسی ادب آموختند. فاورید ماس منچستر سیتی است، اما بروسیا رقابت ارزنده نشان خواهد داد. ترنری دسته آلمانی مارکو روزه برای گواردیولا انیق یکچند سورپریز آماده کرده ایستاده است. اتالانتا ریال مادرید. اتالانتا مثل موسم گذشته لیگ چمپیون ها یکی از رقیبان خطرناک باقی میماند. با نگاه نکرده که ستاره اساسی دسته پاپو گومز به سویلا گزارش کرد، برگاماسکو هول هم قوه و توانایی خود رو از دست ندادند. در بازی ها زیدی رقیبان کم قوت اتلانتا بعضن وقت بازی خود رو گم میکند و شکست میخورد، اما شاگردان گاسپرینی خوب میدونند که زیدی توپ دسته ها چگونه هنرنمایی کنند. سخنانی ما رو بازی اونها زیدی یوونتوس، روما، میلان و ناپولی تذیق میکنند، اما ریال دسته میباشد ما زیدی رقیبان چون اتلانتا خیلی خوب هنرنمایی میکند. شاگردان زیدان از جهت فیزیکی خیلی خوب آمادند و با آنها پرسینگ شدید خلل نمیرساند.
دستای مادریدی تنو از اون باید هوشیار شود که حمایتگرانش به خط و گروه ندیند، مثل رافائل واران. اینچنین در بازی اشتباه نکردن یکچند سوراخهای اساسی دسته از سبب جراحت به ضرر دستهشان نباشد. اما ریال این ریال است و تجربه این دسته برای رقابت ارزنده نشان دادن ضد آتالانتا بس است. امکانیتو 60 به 40 به فایده شاگردان زیدان. شما در این باره چی فکر دارید؟ حتما در کامنتار نویسید. با همین تمام دوستان، امیدوارم که با شما ویدیوهای ما پسند هستند. لایک موندن و ابونه شدن در کانال رو فراموش نکنید. با شما بودم من میرزا یورگیروف. خیر.